سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مرحله یک نهایی این فصل از های لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید و به این ترتیب هشت تیم حاضر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص شدند و فردا در قرعه‌کشی یک چهارم نهایی هیچ نمیخواهد نمی‌خواهد با منچستر سیتی یا پاریس سن برخورد کند. پاریس سن یکی از های را برای تماشای بازی لامین یامال با پای و پایو کورباسی به با بازی بارسا فرستاد. هواداران اتلتیکو مادید در جریان بازی شب گذشته برابر انتر بار دیگر به وینیسوس جونیور ستاره ریال مادید توهین کردند میلان با مشکل جدی روبرو شده است که ممکن است باعث محرومیت آنها از حضور در لیگ قهرمانان اروپا شود میسی ستاره انتر میومی در بازی برابر نشویل بار دیگر مصدوم شد و از زمین بیرون رفت با برگزاری آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا اکنون هشت تیم حاضر در مرحله یک نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2023 24 به این شهر هستند پاریس انجرمن بایر مونیخ آرسنال بارسلونا منچستر سیتی ریال مادرید بورسا و دورتموند و اتلتیکو مادرید کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرار است که روز جمعه برگزار شود و با این ترتیب تیم‌ها رقبای خود را خواهند شناخت تمامی تیم‌های حاضر در این مرحله تیم‌های خوب هستند و نمی‌توان گفت که رویارویی با این تیم‌ها آسان است دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و تاریخ 9 و 10 اپریل برگزار می شود و دور برگشت هم در تاریخ های 16 و 17 ماه اپریل میلادی برگزار خواهد شد و به این ترتیب تیم های سود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص می شود تمامی تیم ها می توانند در قامت یک مدعی باشند اما به با نظر می رسد که مدعی های اصلی منچستر یونایتد و ریال مادید باشند با این مونیخ و پاریس جرمن هم می توانند دیگر مدعی های اصلی باشند منچستر سیتی گواردیولا مدافع عنوان قهرمانی بهترین شانس را برای رسیدن به این عنوان دارد اما رقابت شدید خواهد بود و پیش بینی مسیر احتمالی که بلندان منتهی می شود غیر ممکن است شانس تیم های ایتالیایی را در قرعه سال گذشته همراهی کرد و اینتر تقریبا در استانبول به تیم معظم سیتی شوک وارد کرد چیز نماده بود انتر قهرمان شود اگر لوکاکو شانس هایش را از دست نمیداد به هر حال 180 دقیقه های یک چهارم نهایی و نیمه نهایی و 90 دقیقه در فینال تعیین کننده خواهد بود و این زمان است که تاریخ استعداد و شخصیت راهی خود را به سوی مفقت باز می کند. در خوراکشی روز جمعه سه تیم اسپانیایی حضور خواهند داشت. هیچ کشور دیگر این تعداد نماینده ندارد. اتلتیکو مادرید با قلب رنج و فوتبال خوب به هشت تیم را یافت. آنها شانس را شکست دادند و اینتر را در ضربات پنالتی دراماتیک حذف کردند جایی که اوبلاک قهرمان ابدی متروپولیتانو شد. ریال مادرید بیش از حد انتظار مقابل لایبزیش شجاع متحمل رنج شد اما بدترین روز خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و دوباره در یک چهارم نهایی است. مکانی که رسیدن به آن برای ریال مادرید عادت شده و برایش کافی هم نیست. ریال مصدوم زده به خوبی توانسته در این فصل از ممانع سخت عبور کند حتی بدون جود بلینگام داری این فصلش برای بارسا هم رسیدن به جمع هشت تیم آسان نبود اما آنها بعد از چهار سال در یک چهارم هستند جاوی پس از و ناپولی گفت گفته می شد ما مزحک لیگ قهرمانان هستیم حالا چی کار کنیم بارسا کرون به لطف لاماسیا به آینده بهتر مین کرد کرباسی فرمین و لامین شک وجود ندارد که قهرمان فعلی منچستر سیتی پپ گواردیولا بار دیگر نامزد اول فت لیگ قهرمانان است سیتی به طور قانع کننده مرحله گروهی یعنی مقابل لایبزیش، ستاره سرخ و یانگ بایز و مرحله یک نهایی مقابل کوپنهاگن را پشت سر گذاشت حالا اما اگرچه همه چیز پیچیده تر است ولی سیتی با این کیفیت دست بالاتر را نسبت به دیگر قولها دارد تیم انگلیسی که برای تکرار سیگانه با فتل لیگ برتر جام حذوی و قهرمانان میجنگد در یک روند مثبت چشمگیر به سر میبرد آنها از شش دسامبر گذشته یعنی مقابل آسون ویلا ایمری دیگر شکست نخوردند یعنی 21 بازی متولی بدون شکست در این مرحله از رقابت ها واضح است که هر تیم می تواند غافل گیر کننده ظاهر شود این طرف فصل گذشته این کار عالی انجام داد حالا به نظر می رسد آرسنال در آن موقعیت قرار دارد حتی با وجود رنج هایی که برای حذف پورتو متحمل شد توپچی ها باید به ضربات پنالتی می رفتند و داوید رایا آنها را نجات داد اما آنها بیهوده صدرنشین لیگ برتر نیستند با این حال یک قدم جلوتر پاریس انجرمن و بایر قرار دارند هیچ کدام در این دوره 100 صد درصد قابل اعتماد نبوده و کاسی هایشان مشهود است یعنی آسیب دیدگی سبک بازی و نامطمئن و غیره اما کیفیت بالای آنها نیز ملموس است پاریسی ها امباپه فوق دارند و باینیها با هم تجربه دارند که مشخصی آنهاست به خصوص با هریکن غیرقابل توقف در راه رسیدن به کفش طلای اروپا شک نکنید هیچ تیم نمی خواهد به پی ای پی برخورد کند در همین حال هواداران همه تیم ها خواهان برخورد به دورتموند هستند که به عنوان تیم مورد علاقه همه در قرعه کشی است شاگردان ترزیج تیم چهارم بندستیگاه هستند اما آنها در مرحله گروهی پی را رو شکست دادند و در مرحله یک نهایی بر پی شکست ناپذیر در لیگ هالند مسلط شدند آنها سندرولا هستند و این واضح است اما نیست نیز های خود را دارد بارسلونا این هفته موفق شد در بازی برگشت برابر ناپولی در مرحله یک اشتم های لیگ قهرمانان اروپا به پیروزی برسد و راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شود یامال و کرباسی در این بازی از ابتدا در ترکیب بارسا حضور داشتند و نمایش درخشان را هم ارائه کردند تا مثل چند بازی گذشته نشان دهند که اعتماد جاوی در این فصل با آنها و همچنین تمجیدهایی که از عملکردشان از سوی رسانه ها کارشناسان و هواداران شده بیدلیل نبوده است بعض از رسانه های فرانسوی و اسپانیایی در روزهای اخیر از علاقه پاریس انجرمن به جذب یامال خبر داده بودند و حالا روزنامه ورزشی اسپورت مدعی شده است که یکی از استعدادیابهای به با این باشگاه در این بازی هم در باشگاه خانگی بارسا حاضر بوده است این نماینده ویژه پی ای جی راهی بارسلونا شده تا بازی آمال و کرباسی را از نزدیک ببیند بی و شرایط این دو بازیکن را در زمین مورد بررسی قرار دهد گفته می شود که پی جی حاضر است مبالغ هنگفت برای جذب این دو بازیکن پرداخت کند اما بارسا به هیچ وجه تصمیم برای فروش آنها ندارد اتلتیکو مادرید شب گذشته در دیدار برگشت از مرحله هشتم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورجگاه خانگی اش میزبان انتر بود و موفق شد با پیروزی برابر این تیم به مرحله چهارم نهایی مسابقات صعود کند هواداران اتلتیکو شب به یاد ماندنی را در ورژگاه متروپولیتانو برای این تیم و بازیکنانش رقم زدند و با حمایت همه جانبه و ایجاد جو تشناک برای شاگردان سیمون اینزاگی توانستند نقش مهم را بر صعود تیمشان به مرحله بعدی این رقابت‌ها ایفا کنند این اتفاق ناخوشایند که در جریان این بازی رخ داد مربوط به پیش از ورود هواداران به ورزشگاه بود آنها در حالی که بیرون از درهای ورزشگاه تجمع کردند و مشغول پایکوبی و حمایت از اتلتیکو بودند شعارهایی را علیه جونیور سر دادند آنها بارها و بارها در این شعارها از ستاره برازیلی ریال مادید به نام شامپانزه یاد کردند تا بحث شعارهای نجات پرستانه که در این مدت علیه او مطرح شده با هم ادامه پیدا کند و شاید اتلتیکو و هوادارانش برای دیگر به خاطر این رفتار جریمه شوند اینتر میامی در دیدار برگشت مرحله هشتم رقابت های کنکاکاف چمپیونز کاپ روبروی نشویل قرار گرفت و با نتیجه 3 این تیم را شکست داد. میسی در نیمه اول ستاره تیمش بود و موفق شد یک پاس گل برای لوئیس سوارز ارسال کند و یک گل هم برای این تیم به ثمر برساند اما در حالی که تنها پنج دقیقه شروع نیمه دوم گذشته بود به دلیل احساس دردی که داشت از زمین بازی بیرون رفت تا بار دیگر باعث نگرانی هواداران نشود در حالی که گمان ازنی درباره دلیل تعویض این بازیکن ادامه داشت تاتا تا مارتینو در نشست خبری پس از پایان بازی حاضر شد و به خبرنگاران اعلام کرد که میسی به دلیل مصدومیت تعویض شده تا مشخص شود که بار دیگر با مشکلات روبرو شده است مارتینو در این باره به خبرنگاران گفت و از راهی ماهیچه پای راستش احساس درد به خستگی بیش از حد داشت مانم نمیخواستیم به هیچ وجه روی او ریسک سعی کردیم ببینیم که آیا میتواند برای دقایق بهتری در زمین حضور داشته باشد اما این درد باعث آزارش بود فکر میکنم او نمیتواند در بازی روز شنبه ما را همراهی کند اینتر میامی باید سه روز دیگر در های لیگ فوتبال آمریکا با مساف دی سی یونایتد برود و میسی در حال در این بازی غایب خواهد بود که در بازی قبلی این تیم هم برای جلوگیری از مصونیت و خستگی بیش از حد استراحت کرد و در ترکیب حضور نداشت سپاسگزارم از امراهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید